کد ملی منو نگرفتن و واسه من پرونده تشکیل ندادن منو ول نکردن. اینا گوشی منو گرفتن من گفتن چه کد ملی تو نگی ولت نمیکنه. جلو چشمای خودم دختر داشت میگفت من نمیام توی ماشین شما. گرفت زیر لگد بعد ماشو کشید تو ماشین. این چه برخوردیه میکنید با ناموس مملکت؟ من همه جد آبادم چادری هست. تو چرا آب رو چادر رو میبری؟ چرا دروغ میگی؟ با دروغ میخوای امر رو به معروف کنی؟ چی کار داری میکنی؟ مگه با آتیش آتیش خاموش میکنن؟ چرا باید یه کاری کنی مردم به این پرچم بشکی ها شک کنن؟ نسبت به حسین بدبین بشن؟ ما باید مسیر فضل رو میرفتیم. ما باید فریز کردیم جامعه رو تو 1400 سال پیش. نمیخوایم دست برداریم از این کارمون. بعد همه تهمتش هم میخوره به پیامبر. میخوره به اهل بیت، میخوره به دین. همین امروز یکی از دوستام زنگ زده اسمشو بگم همه میشناسید، از سادات هم هستن، خواهرش هم من میشناسم، میگه محرم هم هست، من اصلا آرایش نداشتم، مانتویی از شرکت ما داشته میومده بیرون، میگه اسلام جلو در بود، خانم چادری اومده. خانم میشه من یه لحظه با شما صحبت کنم؟ گفته خانم من حجابم مشکلی داره. گفته نه یه دقیقه میخوام باهاتون صحبت کنم. تو چرا دروغ میگی خانم؟ با دروغ میخوای امر به معروف کنی؟ میگه منو بردن پای ون، به من میگه کد ملی تو بده ما بزنیم استعلام کنیم، چیزی نباشه رهات میکنیم بری. گفته کد ملی ما دادم استعلام طول کشیده. گفته خانم من ام اس دارم، یه مهره کمرم هم شکسته، نمیتونم وایسم، باید بشینم. گفته بیا تو این ون ما بشین تا استعلامت بیاد. میگه من نشستم درو بستن راه افتاد. میگم خانم چه کاری داری با من میکنی؟ من حجابم چشه الان؟ میگه بعد ما رو بردن اونجا تو، نه وزرا کجا، یه سالن بزرگ کلی زن. میگه زن حامله اونجا بود. بابا شما چیکاره اید؟ شما کی هستید؟ میگه کاغذ به من نده، رو دست من با خودکار نوشته ته، رو دست طرف اشته نوشته. میگه نشون میدادم اینو، موبایلمو چک کردم تو گالری، موبایل من نگاه کرده که من فیلم نگرفته باشم یه وقت. این چه مسخره بازیه؟ آقایون حسین حر رو بخشید قبل از اینکه حر بخواد توبه کنه. اصلا توبه کرد از سر لطف حسین، از سر اخلاق حسین، از سر برخورد حسین. حسین رو تو 10 روز جوری شناخت که اگه با گناه همه خلائق بره پیشش حسین میبخشدش. آدم که خودش توی گود نیست مثلا نباید این همه آدم رو ترغیب کنه که بخوام برش فیلم بفرست. بعد شما در همین محرم دختری که میگید آقا اشتباه کردی، یه دعوا درست شده توی اتوبوسی و بعد اینم تحت تاثیر بوده و یه فیلمی هم گرفته و پخش کرده فلان، و الان میگید پشیمونه، اووردی تلویزیون، میگه من پشیمونم. کسی که گفته من پشیمونم اووردید آبروشو بیش 80 میلیون ایرانی بردی، اونم با اون سر و وضع، با اون وضعیت، تو اون حال. این دختر مسلمون نیست، شیعه نیست، دنبال چی میگردی؟ اقتدار اینجوریه؟ شما پیرو امام حسینی؟ این کارو میکنن تو محرم با کسی؟ پس احور نگی، پس امام حسین حر رو نبخشیده، دروغ اینا. گناه این دختر بذار بغل گناه حر، اصلا به هم میرسه، قطره در مقابل اقیانوس. اون چه جوری میبخشه؟ پس شما مسیر حسین رو نمیرید؟ نه اینا مطالب امنیت ملی شما نمیفهمید. آقا خودتون نمیفهمید. شما هر چیز مسخره‌ای بهش میدید امنیت ملی، هر غلطی میخواد میکنید. نفهم شمایی، هزار بارم این غلطا رو کردید، لطمه زدید به کشور، مردم رو به رو هم قرار دادید، بی خود میکنید مردم رو به رو هم قرار میدید. ما رو به رو هم نیستیم، ما کنار همیم. یه سال و دو سال و 40 سال و 30 سال نیست، هزاران سال این ملت، اقوام مختلف، ادیان مختلف کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی کردن. ما که مردم داریم با هم زندگی میکنیم، شیعه سنی با هم داریم زندگی میکنیم، ازدواج میکنیم با هم، دختر میدیم دختر میگیریم. چطور نمیخواد بذارید ما رو به رو هم؟